خیلی جالب میشه. بعد با یه آره الف خیلی قدیمی سر کار داریم که همه چی رو آره دیده، باید. بلریاند رو دیده، چه میدونم تو دیالوگ ها میگه اتفاقا بلریاند رو دیدم و اینا. آره من برای همین شک کردم که حالا هم برادر گالادریل باشه یا حتی مگلور باشه، الفیه که قطعا به بلریاند رفته، جوانیش اونجا بوده و اصلا انگار سالهای زیادی در عصر اول هم ممکنه حضور داشته باشه بله. و بوده باشه. این آره خیلی اگه برادر گالادریل باشه که قطعا عصر اول رو هم دیده. و یه فرضیه دیگه هست که میگم مگلین میتونه باشه، پسر ایول. این رو هم یه جا بهش برخوردم یک نفر. آره هل. آره من دیده بودم یه جا، ولی خب این خیلی بعیده بنظرم، چون در مورد مرگش توی گاندولین خیلی واضح صحبت نمیشه، اصلا معلوم نیست مرده یا نه. این آره اونم این مسئله هم باعث میشه که دامن بزنه به این داستان و میتونه در واقع که تالکین میذاره و بعد میتونن استفاده بکنن. آره دیگه تالکین این حفره ها رو میذاره که افسانه همینه دیگه، افسانه یک حالت فولکلوریک داره که بقیه میتونن ادامهش بدن، تمدن ها میتونن ادامهش آره. بدن. مسئله بعدی اینه که چون این بهش میگن آدار و آدار به زبان الفی سیندارین معنی پدر میده، این میتونه به گونه ای حالا جد اورک ها هم باشه، یعنی جز در واقع الف های آواری باشه که اینا نیومدن به والینور، از همون اول که اینا قرار بود به والینور نرفته و حالا به اسارت ملکور در اومده و ملکور حالا از این آدم به بعد رو تبدیل به اورک کرده. حالا این میتونه در واقع اون قدیمی ترینشون باشه و خردمندترینشون به نوعی. این هم هستش. یک جایی هم خوندم که پدر تئو هم میتونه باشه. جان پدر تئو، پدر تئو، آها، پدری که در واقع پسری که اونجا ما دیدیمش تو این درگیری ها از دست اورکا داشت فرار آره، میکرد. آره. شمشیر، حالا اون شمشیر نمیدونم شمشیر سارون، شمشیر پدرش که هست دستشه، نماد شوم آره. سارون هم داره و بخیر این جنرال سارون بوده دیگه. باشه آره آره، آره. که اینو خیلی بعید میدونم باشه. چون ببینید یعنی ما دوباره با یک انسانی در چی میگن، با یک انسانی مواجهیم که دو بار عاشق دو الف شده و با دو الف در واقع زندگی تشکیل داده. این خیلی بعیده، این اصلا به نظر من آره اینا دیگه سمت این فرضی نریم، کمتر محتمله. بس بهترین تئوریا به نظر من این بود که یا برادر گالادریل باشه، یعنی یه الفی باشه که حالا از همون ابتدا در واقع نرفته، مثلا گالادریل. اینا خب گفتیم که الفا تو سرزمین میانه بیدار میشن، الهه‌ای به نام اورومه میاد دنبالشون و اینا رو دعوت میکنه از طرف والاها که بیاین شما سرزمین والینو. شاید این نرفته و این خاطراتی هم که از بلریان داره و اینا شاید مربوط به همون دوره است. و مسئله بعدی که خب میتونه باز ساورون باشه، حالا واسطه ای که ساورون حالا شکل الف میاد و حالا اورکا هم زیر دستشن و فلان باز میتونه باشه. ولی خب یکی از جذابترین فرضی هم که همطور که گفتی مگلوره، که مگلوره حالا دوستانم خیلی گفتن که در عصر اول به طور قطعی خبر مرگش رو اعلام نکردن. حالا تالکین اعلامیه‌ای ما ندیدیم. مگلور باشه، اگر مگلور باشه واقعا به نظر من اتفاق جذابیه که میگم یک آدم از عصر اول زخم خورده سیلماریل، عاقبت مثلا دنبال کردن یه مثل سیلماریل رو داره که خیلی عاقبت پوچی، هم زخم خورده سیلماریل هم زخم خورده در واقع اون نفرینی که مندوس روی اینا آره میذاره، در واقع خدایان هم زخم خورده، جنگ های بیشمار آره. دید. خیلی کاراکتر عجیبی میتونه باشه. جذابه واقعا آره. جذابه اگر که همچین کاری کرده باشن و مگلور رو اضافه کرده باشن. ولی به نظرم هرچی هم که هست حالا سمت شر وایساده و حالا ارتباطی فعلا با ساورون داره، حالا تا اینکه ببینیم ورق رو برمیگردون یا نه، چون بالاخره اگه از اصل و اولا بیاد انتظاراتی ایجاد میکنه دیگه، اون عاقبت رو آره. دیده، پوچ بودن این ماجرا رو دیده و شاید به اینایی که دنبال حلقه ساختن باشن صحبتهایی بکنه در این باره که تهش خیلی چیز خاصی هم نیست. ولی در کل خیلی امیدوارم بهش دیگه. به نظر من قطعا ساورون نیست و دمشون گرم که این کاراکتر رو اضافه کردن، چون واقعا اورک ها رو تبدیل به موجودات جالب تری کرد، سوگواری دارن، چه میدونم برای هم یک احترام ویژه‌ای برای این قائلن، یک ساختارمندشون کرد دیگه. این خیلی برام جالب. آره چون بالاخره ما گفتیم اورک ها از ابتدا الف هایی بودن که در واقع مورگوث اینا رو شکنجه کرد و تبدیلش کردن به اورک. شاید
الان با یه الف شکنده شده هم طرف باشیم دیگه، حالا دقیقا. که میخواسته بشه اورک، حالا پدر این اورکا شده و تو اون پروسه تبدیل شدن به اورک در واقع مونده، در اون حالت گزارش مونده این من آدار. منتظر یه کارکتر مثل دیمن تارگریان.